سلام به شما عزیزان، شما عزیزان که مسابقه فوتبال رو هم دیدید، استقلال و تراکتور فولاد تبریز، درست می؟ تراکتور سازی تبریز میبخشید، دیدید و نتیجه هم در جریان هستید. جزئیات بیشتر در برنامه‌های ورزشی خواهید شنید. به هر حال سلام به شما عزیزان در هر جای جهان که این ساعت 9:15 دقیقه جمعه شب تهران به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در ایران ولی فقیه آیت الله علی خامنه ای اظهارات مسئولان در دولت محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد را در مورد ایران باستان مورد نکوهش قرار داد. وی خطاب به آنان گفته است به جای ایران قبل از اسلام بر ایران پس از اسلام تأکید کنید. روی ایران بعد از اسلام تکیه بشه. ما افتخاراتی که ایران دوره اسلامی داره در هیچ دوره دیگری از دوره‌های تاریخی ما این افتخارات وجود نداره. من این رو با استدلال عرض می‌کنم به شما و این قابل اثبات. گسترش کشور همزمان در حالی که ده ها روزنامه‌نگار، وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر، فعال دانشجویی، فعال سیاسی، وکیل دادگستری از جمله خانم نسرین ستوده، محمد اولیای فرد، مسعود باستانی، ابوالفضل عابدینی، شبنم مددزاده، مهدی گررو، پیمان عارف، هنگامه شهیدی اشمت الله تبرزدی و ارژنگ داوودی در زندان به سر میبرند و چند روز پس از قتل وحید بنایی، درویش گنابادی به ضرب گلوله نیروهای دولتی ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی RTP در پرتغال گفت در ایران زندان و شکنجه وجود ندارد و دموکراسی در بالاترین حد خود برقرار است. دورتر از ایران همزمان با تحولات در سوریه، مصر، یمن و لیبی، لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا میگوید به نظر میرسد که دیر یا زود در ایران انقلابی روی خواهد داد. وزیر دفاع آمریکا اظهار اطمینان کرده است که بهار عربی به ایران نیز خواهد رسید. آن سوتر تونی بلر، نخست وزیر پیشین انگلیس، میگوید تا زمانی که رژیم سیاسی در ایران تغییر نکند، وی آقای تونی بلر به آینده منطقه خاورمیانه خوشبین نیست. بررسی میکنیم مهمترین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان جمعه شب‌های تفسیر خبر. آقای دکتر علیرضا نوریزاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، پژوهشگر میهمان در کتابخانه مرکزی پرزیدنت بوش و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. جمشید چالنگی هستم، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نوریزاده سلام به شما در لندن. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا، به ویژه در خانه پدری. خب آقای نوریزاده، خبرهای عالم و آدم رو میدم، ما هم خبرهای ایشون رو بدیم. همزمان هم کتاب جدید ایشون در اومده به عنوان یکی از خبرهای روز که مثل کتابهای دیگه شون در دسترس همگان هست. عرض کنم خدمتون، خودشون توضیح مختصری خواهند داد و همینطور بله از حجره های سالوس تا غرفه های سوپردور. بله. کتاب ایشون هست جدید در دسترس ایرانیان، فارسی زبانان، و همینطور گزارشی است که شبکه تلویزیونی CNN درباره ایشون ساختن و همینطور آقای محسن مخملباف که باز هم بازپخش خواهد داشت روزهای آینده 8:30 صبح لندن و 6:30 دقیقه بعد از ظهر، عرض کنم خدمتتون، باز هم لندن، درباره آقای دکتر نوریزاده و آقای محسن مخملباف. آقای نورزاده اگه توضیح مختصری در این زمینه بدیم ممنونتون میشم. چی هست قضیه؟ شما همه رو گفت، خودتون گفتین دیگه. کتاب بنده که خب در برگیرنده مجموعه از مقالات هست، به اضافه یه تحقیق راجع به حوزه علمیه که این برای اولین بار مدارس دینی رو بررسی کردیم، مسئولانش رو، و چند تا هست و به صورت شگفتی آوری مردم خواهند دید در این سالها اینا چه کردن. در مورد برنامه CNN هم که در برنامه Inside Middle East خانم ریما مکتبی که تهیه کننده برنامه و خود ایشون هم یک بانوی سرشناس رادیو تلویزیونی و مطبوعات در لبنانه که قبلا در العربیه بود،
ایشون اومدن یک روز از زندگی من و همینطور آقای مخمل باف و خانوادهشون رو فیلم گرفتن، با ما بودن، دیدن که چه کارهایی میکنیم و حالا به صورت خیلی فشرده و مختصر در این برنامه گذاشتن. خب آقای نوری زاده، و اما آقای خامنه‌ای گفتن، به آقای سازگارا هم خواهیم رسید، پرسشی هم در باره برنامه تلویزیونیشون خواهیم از کنم خدمتون. آقای خامنه‌ای گفتن که ایران قبل از اسلام، ایران بعد از اسلام، به کی اشاره دارن؟ خیلی هم میگن به مسئولان دولت احمدی نژاد. موضوع چیه؟ بله ببینید، در این حال آقای خامنه‌ای طبیعت ضد ایرانی خودشو آشکار میکنه. به شدت آقای خامنه‌ای ضد ایرانی است و همونطور که آقای خمینی بود، اصولاً واژه ایران اینا رو کلافه میکنه. همونجور که از ابتدا گفتن امت و آوردن نام ملت براشون رنجاور بود، همونطور که پرچم افتخار آفرین سرنگ شیر و خورشید نشان ما رو تغییر دادن با یه علامتی که متعلق به اقوام بسیار محترم سیک هندوستان هست، خب در مورد تاریخ ایران هم همینطور نگاه میکنن. تجلیل از کوروش کبیر برای آقای خامنه ای دردناکه، چون کوروش کبیر شکنجه رو محکوم میکنه، کوروش کبیر تجاوز به زندانیان محکوم میکنه، کوروش کبیر کشتن مردم در خیابان رو محکوم میکنه. اون منشور حقوق بشر طبیعتاً با مزاج و مزاق نایب امام زمان و ولی فقیه سازگار نیست. ایشون میگوید که خیلی جالبه، میگه من ثابت میکنم اینو که کشور ما از نظر گسترش بعد از اسلام، کجا گسترش، کشور ما به صورت ملوک و طوایفی و تکه پاره میاد، حتی در زمان سلجوقیان یا خوارزمشاهیان باز کشور ما یک کشور یک پارچه نبوده و تنها در زمان آقا محمد خان قاج، یعنی در دوران صفوی است که ما کشورمون تقریبا یک پارچه میشه، بعد دوباره دچار فتور و سستی میشه تا آقا محمد خان میاد که این نقشه امروز ایران به هر حال به نوعی بعد از شهرهایی که از دست میدیم در زمان فتلی‌شاه به ما میرسه. ما کی دوران فتوحات داشتیم؟ نقشه زمان داریوش و هخامنشیان و ساسانیان رو نگاه کنید. چطور آقای خامنه‌ای به خودش اجازه میده به صورت رسمی تحریف تاریخ بکنه و کذب رو به صورت بگه واقعیت و بیان کنه؟ بسیار من متاسف شدم. یعنی این دشمنی ایشون با فرهنگ و تمدن ایرانی یکی دوتا نیست. زمانی که آقای خاتمی میخواست نوروز رو در تخت جمشید برگزار کنه، ایشون جلوش رو گرفت. زمانی که آقای احمدی نژاد دعوت کرد در رؤسای جمهوری کشورهایی که حرمت می‌نهند به نوروز که برن در تخت جمشید، ایشون جلوش رو گرفت. اصلا ایشون اگه دست خودش بود، مثل خلخالی تخت جمشید رو با بمب منفجر می‌کرد. و درود می‌فرستم به اون فرزندان نازنین ایران که در اون فیلم درخشان که آقای دکتر سازگارم در جریانش هستن، بندم افتخار دیدنش رو داشتم، آمدن و تخت جمشید رو بازسازی کردن تا ما ببینیم چه تمدن و فرهنگی داشتیم. معلوم آقای خامنه ای ناراحت از این وضع و ضدیت داره با فرهنگ ایرانی. و البته اشاره ای هم داشت، ایشون نیشی هم با آقای مشایی و اون مجموعش میزد. آقای سازگار خوش اومد. ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. شما مصاحبه با پی بی اس داشتید؟ بله، از این مصاحبه ها زیاد هست. بله. برنامه راجع به 10 تا به اصطلاح وسیله ای که تغییرات در تاریخ گذشته ساخته بودن، کار تحقیقی. بله، البته آقای نوریزاده گفتیم گزارش با آقای مخمل باف و باز بینندگان ما میتونم ببینم، همینطور با شبکه های عربی و آقای سازگارام همینطور شبکه های مختلف. اما آقای احمد جنتی حرفی زدن، گفتم ولایت فقیه برای اینه که جلوی دیکتاتورها رو بگیره. بله، یه تا چند روز واقعا راست والا به نظر میرسه، امروز ایشون گفته در نماز جمعه، به نظر میرسه آقایون یه فرهنگ لغات جدید دارن درست میکنن. ولایت مطلقه فقیه رو که دقیقا شاید بهترین اسمش استبداد دینی هستش، میگن آقای خامنه میگه یعنی انعطاف پذیری، تو صحبتی که برای خبرگان ایشون کردش بری روز. و آقای جنتی امروز میگن مقابله با دیکتاتوریه. به نظر من آقای چلنگه، علت این که آقای جنتی این حرف رو میزنه این است که میدانند که آقای خامنه ای در کاتگوری در واقع دیکتاتورهای خاورمیانه است، مثل قذافی و اسد و غیره، که یکی یکی دارن سقوط میکنن، لذا دارن سعی میکنن بگن این نیست.
ضمناً من فکر کردم دلیل دیگه که آقای خامنه‌ای داره میگه ولایت مطلقه فقیه یعنی انعطاف پذیری، یه دلیل دیگه شب این است که ایشون دو سه تا تصمیم اشتباه این چند وقت گذشتهش رو میخواد عوض کنه. یکیش احتمالاً در مورد سوریه است که یک کمی سیاستشون میخوان عوض کنن، یکیش راجع به داستان اتمیه که دارن علامت میفرستن که یه جوری میخوان کوتاه بیان، یکیش هم احتمالاً در خصوص آقای احمدی نژاده که خب محاکمه بعضی از اطرافیاش که گرفتن ظاهراً پشت درهای بسته داره اتفاق میفته و فجایعی که دولت بی‌لیاقت در واقع در کشور به وجود آورده. من فکر می‌کنم آقای خامنه‌ای یه خود داره زمینه سازی میکنه که اگه حرفش رو عوض کرد بگه اصلا این یعنی عین عدالت. یه نکته رو عرض بکنم، به نظر من حرفایی که ایشون میزنه این تئوری مندرسی که میگه ولی فقیه چون عادله و فرض بر این نیست عادله بنابراین اشتباه نمی کنه و این بهترین نوع حکومت و از این حرفا، این تئوری دو تا اشکال اساسی داره. یکی اینکه تعریف عدالت دست خود آقایونه، یعنی جوری تعریف میکنن که اگر آدم بکشن، شکنجه بکنن، تجاوز بکنن، ظلم بکنن، ظاهرا این آقای فقیه از عدالت خارج نمیشه. نکته دوم که از اون مهمتره این است که برای اداره یه مملکت مهم نیست در زندگی فردیش یا احوال شخصیش یه حاکمی عادل باشه یا نباشه، اداره کشور تدبیر و علم احتیاج داره و تصمیمات یه حاکم باید مردم بتونن اگه نمیخواستن مخالفت کنن عوضش کنن. آقای خمینی فرض کنید اقلا ایشون سه تا اشتباه بزرگ در دوره زمامداریش کرد، کشتار مخالفین به خصوص در سال 67، جنگ و ادامهش به خصوص، و داستان گروگانگیری. اینجاها هیچ ربطی نداره ایشون احوال شخصیش چی بود، این اشتباهات مردم باید میتونستن اگه نمیخواستن ایشونو پایین میکشیدن. اینا با سرنوشتی ملت بستگی داره. یا آقای خامنه ای اشتباهش روی این پروژه اتمی که مملکت رو اینجور در تنگنا قرار داده و اشتباهش در سرکار آوردن احمدی نژاد و ده ها اشتباه دیگه، اینجا هیچ به احوال فردی ایشون ربط نداره، تدبیر مملکت داریست. اینجاست که مردم باید بتونن اگر آقای خامنه‌ای نمیخوان با تصمیمش مخالفن بتونن عوضش کنن، خود ایشون رو پایین بکشن. یعنی یه فقیه دیگه بذارن؟ نه خیر، یعنی نظامی باشه که دیگه نیاد یک کسی ادعا کنه من فقیه هم مثلا بنابراین هیچ وقت اشتباه نمی کنم. این میشه اسمش دموکراسی، نظامی که در آن بتوانند مردم حاکمین رو انتخاب کنن، حاکم برای خودش شأنی جدای از مردم قائل نباشه، به هم دلیل نمیتونه بگه من نمیدونم آیت الله من فقیه هم از جنس مردم باشه و هر وقتم نخواستنش ازش انتقاد کنن و هر وقتم نخواستنش عوضش کنن. این اون چیزیست که در این نظام غایبه و در واقع با صد من بزک هم این نظام دموکراسی نمیشه. دموکراسی ببینید الان در امریکا آقای اوباما بیکاری مشکل لایحه داده، مجلس رسیدگی میکنه، اشکالی هم داشته باشه سال آینده مردم حق دارن انتخاب کنن، نخواستن بهش رأی نمیدن، نپسندیدن اگر سیاست شو، پسندیدن هم بهش رأی میدن. این اون چیزیست که در ایران غایبه و با این بزک کردن ها و این حرف ها هم به نظر من جبران نمیشه. برخلاف آقای سازگارا و شما آقای نوریزاده، آقای احمدی نژاد معتقد بالاترین حد دموکراسی هست در ایران شکنجه و زندان نیست. ببینین این خبر روز تازه ترین مرگ، کشته شدن یک جوان اهل درود رامین یعقوبی که در زندان زیر شکنجه رفت از دست، درویش گنابادی به ضرب گلوله کشته شده. این حرفا برای چی زده میشه وقتی که جهان از چنین خبرهایی مطلع میشه به سرعت؟ هدف چیه؟